در 20مین جلسه علمی بزرگ مرجع جهان تشیع که در بیت معظم الله در شهر مقدس قم برگزار شد و از شبکه امام حسین علیه السلام نیز به صورت مستقیم پخش شد، از آیت الله العظمی شیرازی سوال شد: در قرآن کریم خطاب الرسول و النبی برای رسول خدا صلی الله علیه و آله هست که ظاهرش تکریم آن حضرت است، ولی خطاب به المدثر و المزمل که ظاهرش عتاب است چه وجهی دارد؟ معظم الله در پاسخ فرمودند: یه مسئله هست، مسئله بلاغت، که قرآن کریم یک بلاغت خاص به خودش داره، شبیه هیچی از نه بلاغت جاهلیین قبل اسلام نه بلاغت مخضرمین که جاهلیین و بعد اسلام بودن، نه بلاغت اسلامیین قدیم نه بلاغت امروز. اصلا یه بلاغت خاص داره قرآن که گیج کرده بوده فصحا و بلغای عرب. وقت یک، دو، از جانب خدا که خداست، خالق است و همه امکانات و خوبی ها را به این رسول الله صلی الله علیه و آله داده، این ظاهرش عتابه. به قول آقایون این خطابی که شده این ظاهرشه، و خود حضرت این دلیل داره، تو روایت داره، در بعضی جا حضرت فرمودن نزل القرآن علی ایاکی اعنی و اسمعی یا جاره. این مثاله در عرب بوده، امام علیه السلام همین مثال رو زده برای قرآن. قرآن وقتی که اینجور خطاب شدید به پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله میکنه، این برای خودش نیست، برای اینکه اونا ببینن قصه اینقدر شدیده. اونایی که یعنی خطاب به، مثل فرض کنید یه پدر شفیق به پسرش یه خطابی میکنه، میخواد همسایه ها متوجه بشن، میخواد به اونا تهدید کنه، خطاب به این را میکنه. لهذا مکرر تو قرآن هست، من هیچ شبهه و اشکالی ندارم، عتابه، ظاهرش هم عتابه، اما عتاب برای دیگر، عتابه به پیغمبر کرده که خدا میخواد به دیگران نشون بده که این پیغمبر که اشرف کائناته، اینجوری من باش صحبت میگم شما حواستون رو جمع کنید، یا که اهلی و سمعیت داره. اینه معنیستی برخی از موضوعهایی که در جلسه علمی شب گذشته موضوع سوال از آیت الله العظمی شیرازی بود عبارتند از: حکم لقاح مصنوعی بین اجنبی و اجنبیه در شرایط آزمایشگاهی، اجباری را یا غیر اجباری بودن پذیرفتن دین اسلام، حکم و تکلیف فرزند خانم مسلمانی که از روی جهل با کافر ازدواج کرده، صحت انتساب کتاب ارشاد به شیخ مفید و برخی از شبهات وارده بر آن، حکم نماز و روزه استیجاری در زمان حیات افراد، حکم عده و اختلاف در آن، ازدواج صغیره و برخی از فروعات امر به معروف و نهی از منکر. گفتنی است آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دام از الله تنها مرجعی است که همگان با گرایش‌های دینی و باورهای مختلف مذهبی می‌توانند سؤال‌های خود را مطرح کنند و آیت الله العظمی شیرازی در پخش مستقیم به تک تک سؤال‌های مطرح شده پاسخ علمی و قانع کننده می‌دهند.